سلام عرض می کنم خدمت همه شما دوستان خوب. با یک دوره جدید و بسیار کاربردی با نام تنظیم موتور خودروهای انژکتوری در خدمتتون هستیم. من حسین صداقت هستم، کارشناس مکانیک خودرو، مدرس دروس دانشگاهی و فنی حرفه‌ای در زمینه مکانیک خودرو. فصل اول رو با مقدمه شروع می کنیم. همونطور که خاطرتون هست، ما توی دوره راهنمایی یا حالا بهش میگن هفتم یا هشتم، توی علوم اون دوره یک مبحثی رو یاد گرفتیم به نام مثلث آتش. مثلث آتش چی به ما میگفت؟ میگفت برای این که بخواد یک آتش به وجود بیاد، باید شما سه تا آیتم رو به صورت حیاتی داشته باشید. اگر این سه تا آیتم هر کدوم نباشه آتش به وجود نمیاد. مورد اول اکسیژن یا هوا بود، مورد دوم سوخت یا همون ماده سوختنی، مورد سوم حرارت یا جرقه. بخوام براتون مثال بزنم، فندک که میخواین روشن بکنید، اون شاسی فندک رو که فشار میدین یک جرقه زده میشه. اون جرقه همون حرارت یا انرژی اولیه است. اون گازی که داخل فندک به عنوان سوخته و مسلما فندک توی یک فضای آزاد داره آتیش رو به وجود میاره، پس اکسیژن هم به صورت کافی در اختیارش هست. حتی اگر یادتون باشه یک مبحثی بود توی همون علوم، میگفتن یه شمع رو روشن کنی، یه دونه لیوان بذارید روی اون شمع، بعد از چند ثانیه، بعد از یک مدت زمان میبینی اون شمع خاموش میشه. علت چی بود؟ وقتی شما لیوان رو میذاشتین اکسیژن رو ازش میگرفتین. یا به عنوان مثال توی همین فندکی که الان بهتون مثال زدم، زمانی که گاز فندک تموم میشه، خب مسلما دیگه فندک روشن نمیشه دیگه، پس شما اینجا سوخت نداری. یا به عنوان مثال بخاری داخل خونه، زمانی که گاز خونه قطع بشه به عنوان یک سوخت، شما دیگه نمیتونید بخاری رو روشن بکنید، پس سوخت رو دارید ازش میگیرید. مورد سوم هم که بهتون توضیح دادم، گرما یا همون انرژی اولیه است. این انرژی اولیه توی هر سیستمی میتونه یه جور باشه، مثلا توی همین فندک به صورت جرقه است، توی کبریت که میخوای روشن کنی به صورت استکاکه، و به صورت کلی یک گرمای اولیه شما باید بدین، یک انرژی اولیه باید بدین تا آتیش به وجود بیاد. یه نکته یکی هست که باید بهتون بگم، هر کدوم از این ازلا رو شما بگیرید آتیش خاموش میشه. توی بحث آتش نشانی هم همینه. مثلا شما کپسول آتش نشانی که استفاده میکنید، اون پودر و گازی که میریزید دارید اکسیژن رو از اون گاز میگیرید، از اون آتیش میگیرید. یا به عنوان مثال زمانی که ماشین آتیش میگیره، اون قطع کنی که داره اجازه نمیده بنزین به موتور برسه که خود رو آتیش بگیره. و به صورت کلی هر کدوم از این اضلاع رو شما از این مثلث بگیرید، از آتش بگیرید، آتش خاموش میشه و حریق به جاهای دیگه سرایت نمی کنه. گفتیم سوخت، اکسیژن و گرما. توی موتور هم شما باید این سه تا عامل رو داشته باشید تا موتور ماشین روشن بشه. اکسیژن یا هوا از طریق عبور از فیلتر هوا به موتور میرسه. اگه فیلتر هوا رو شنیده باشین، وقتی میرین دم تعویض روغنی میخواین سرویس ماشین رو انجام بدین، میگه فیلتر هوا رو عوض کنم یا نه، که مسلما بعد بگید بله عوض کن. هوا از این فیلتر رد میشه و به سمت موتور ارسال میشه تا هوا به صورت تمیز به موتور برسه. ماده سوختنی که دیگه مشخص بستگی به موتور ماشین یا بنزینیه یا دوگانه سوزه یا مثل ماشین سنگین دیزلیه. و به صورت کلی الان ماشین سواری داخل ایران خب 99%شون بنزین هستن، مگر یه سری وانت های خاص که به تازگی وارد ایران شدن، اونا گازوئیلی یا دیزلی هستن. در غیر این صورت ماده سوختنیمون بنزین یا سیستم دوگانه سوز ماشینی که از گاز هم در کنار بنزین میتونه استفاده بکنه. گرما یا همون انرژی اولیه، ما توی موتور یه بخشی داریم به نام شمع. حالا جلوتر بهتون به صورت کامل توضیحش رو میدم. شمع ماشین مثل همون جرقه فندکه. دقیقا این همون جرقه که فندک میزنه، شمع هم جرقه میزنه داخل موتور. شمع وقتی جرقه بزنه بنزین آتیش میگیره، خب هوام داخل موتور هست و بنزین سوزونده میشه و باعث تولید قدرت در موتور میشه.
همونطور که بهتون توضیح دادم توی مثلث آتش هر کدوم از اضلاع اگر نباشه ماشین روشن نمیشه. حالا این مبحث همین قضیه بهش میگن یه فرمول طلایی برای روشن کردن ماشین. این رو به نظر من همین الان یه جا واسه خودتون یادداشت کنید. مکانیکای قدیم و مکانیکای جدید این حرف رو همیشه میزنن. میگن 3 چیز باید باشه تا ماشین روشن شه. حالا اونا نمیگن اکسیژن، گرما، سوخت. میگن چی؟ میگن برق. گرما رو میگن برق، یعنی برق بیاد تو شمع. و مورد دوم میگن سوخت، بنزین برسه به موتور. مورد سوم اکسیژن میگن تسمه تایم، که حالا جلوتر بهتون میگم. و این فرمول یک فرمول طلایی میونه تنظیم موتور و مکانیکا و کلن تعمیرکارای ماشین. یه موتور خاموش وقتی میاد پیش شما این 3 عامل باید چک کنید که تمام این مباحث رو جلوتر بهتون توضیح میدم. پس چی شد؟ سوخت، برق و تسمه تایم یا همون هوا یا هر آیتمی که هست. پس شما این 3 آیتم رو باید داشته باشید تا موتورتون روشن بشه. و هر کدوم از این آیتما نباشه، چه شمع جرقه نزنه، چه بنزین به موتور نرسه و چه ازم به خدمتتون که تسمه تایمتون موتور رو نگردونه و هوا رو به صورت کافی به موتور نرسونه یا اصلا نرسونه، باعث بشه که خود رو روشن نشه. ما 2 نوع سیستم سوخت رسانی داریم. سوخت رسانی از اسمش معلومه، برای اینکه بخوایم سوخت رو به موتور برسونیم. یکی انژکتوره و دیگری کاربراتوره. کاربراتور قدیمیه، انژکتور جدیده. کاربراتور به صورت مکانیکی کار میکنه، یعنی باید یه هوایی در واقع بهش برسه و به صورت مکانیکی بنزین رو با یک نسبت خاص برای موتور ارسال میکنه. عیوب خودش رو داره و آلایندگی ها رو نمیتونه پاس بکنه. ماشین خیلی وقتا بد کار میکنه، باید هر دفعه ببرش پیش تنظیم موتور کاربرات رو براتون تنظیم کنه و دردسرهای زیادی هم داره، مصرف سوخت بالایی هم داره. کلا کاربراتور بچه چجوری کار میکنه؟ نگاه کنید، ما این قسمت بخشی داریم به نام ونتوری، این قسمتی که جمع شده. حالا چجوری قضیه؟ وقتی که هوا داره به سمت موتور کشیده میشه، حالا قبلش البته اینو بهتون بگم، هوا توسط موتور مکیده میشه، اون خلایی که توی موتور هست و جلوتر بهتون به صورت کامل تر و خیلی شفافتر توضیح میدم، هوا رو خود موتور میکشه. یه موقع فکر نکنید حالا هوا چجوری داره وارد میشه. این قسمت موتوره، داره هوا رو میکشه. این هم کاربراتوره. هوا از یک لوله بزرگ وارد یک بخش کوچیکتر میشه. زمانی که این هوا وارد یه بخش کوچیکتر میشه، طبق قوانین ترمودینامیک این قسمت سرعت هوا زیاد میشه. وقتی که سرعت زیاد میشه ما اینجا یه سوزن داریم، سوزن کاربراتوره. این سوزن اومده تا اینجا که پر از سوخته، بهش میگن پیاله. چه اتفاقی میفته؟ اینجا که هوا داره با سرعت رد میشه، اینجا یه خلأی رو ایجاد میکنه، یک مکشی رو ایجاد میکنه، باعث میشه سوخت رو از اینجا بکشه بالا. این سوخت از این سوزن میاد تا بالا، با هوا ترکیب میشه و در واقع این سوخت و هوا به صورت یک مخلوط برای موتور ارسال میشه. به این سیستم کاربراتور میگن. حالا این مکشش میخوایم بدونیم چه جوریه. مثل نی شیر کاکائو دیدین که مک میزنی که شیر کاکائو بیاد بالا، یا کلا هر آب میوه‌ای که با نی میخوری، اون خلایی که توی نی ایجاد میکنه دقیقا یه همچین خلایی اینجا ایجاد میشه و این باعث میشه که بنزین از زیر بیاد بالا، بنزین و هوا با هم دیگه ترکیب بشه و به سمت موتور ارسال بشه. اگر دوستانی که حالا در این ویدیو رو میبینن موتور داشته باشن، میدونن که دقیقا این کاربراتور با همین شکل توی موتور سیکلت هست و دقیقا همین مکانیزم توی ماشینه، که البته به این شدت و به این واضحی نمیشه دید، باید قطعاتش باز بشه. رسیدیم به انژکتور. کاربراتور رو براتون توضیح دادم که یک سیستم ساده مکانیکی داشت. الان میرسیم به انژکتور. توی ماشین ایرانی هر وقت کلمه انژکتور میاد یادمون به خودروهای کامپیوتری میفته، یعنی اشتباه فکر میکنیم انژکتور به معنی کامپیوتره. نه، این اشتباهه.
خود کلمه انژکتور به معنی سوخت پاشه. این قطعه که دست این آقاست میبینید، این خود انژکتور که حالا به صورت کامل توی فصل‌های بعدی بهتون توضیح میدم. کلمه انژکتور به معنی سوخت پاشه، یعنی قطعه ای که سوخت رو به صورت پودری شکل و به صورت پاششی برای موتور ماشین ارسال میکنه. پس کلمه انژکتور به معنی سوخت پاش هستش. خودروهای دیزلی قدیمی هم بچه ها انژکتور بودن، ولی خب کامپیوتر نداشتن. این به چه معنیه؟ یعنی این که خودروهای دیزلی قدیمی یک سیستم مکانیکی داشتند که اون تکنولوژی خاص خودش رو داشت. یک سری فرایندها انجام می شد و سوخت به صورت خیلی فشار بالا، فشار حدوداً 50 تا 100 بار حدوداً یا حتی بیشتر، به صورت تحت فشار توی انژکتورهای خاصی که داشتن به صورت پودری شکل برای موتور ارسال می شدن. حالا این را هم واسه اطلاعات عمومیتون میگم که خودروهای دیزلی اصلا شمع نداشتن و باید با گرمای موتور کار میکردن. همین الان هم همینطور، خودروهای دیزلی اصلا شمع ندارن و باید انقدر سوخت رو با فشار بالا و انقدر پودری شکل برای موتور ارسال کنن تا بتونه موتور روشن بمونه و خوب کار کنه. پس خودروی دیزلی هم انژکتور بودن اما کامپیوتر نداشتن، به صورت مکانیکی کار میکرد. میرسیم سر بحث تنظیم موتور. دوره که الان داخلش هستیم تنظیم موتور خودروهای انژکتوری. کلا تنظیم موتور به چه معنی هستش؟ نسبت هوا به سوخت بنزین 14.7:1. یه لیتر بنزین رو که داریم باید با 15 کیلوگرم هوا مخلوط بشه تا خوب سوزونده بشه. پس چی؟ 1 گرم بنزین ما داریم اینجا، 14.7 گرم هوا اینجا داریم، باید باشه تا بنزین سوزونده بشه. اگه کمتر باشه اون 1 گرم به صورت کامل نمی سوزه. اگه بیشتر هم باشه بهتر هست، اما خب یک سری معایب خودش رو هم داره. یعنی شما توی تنظیم موتور باید کاری انجام بدین که نسبت هوا به سوخت بنزین همیشه رعایت بشه. این یه مورده. پس نسبت هوا به سوخت بنزین 14.7:1 اصطلاحا بهش عدد استوکیومتری هم میگن توی علم مکانیک. بنزین باید با میزان هوای مناسب با زمان جرق زنی مناسب آتش بگیر. الان نسبت هوا به سوخت رو بهتون گفتم. بنزین از تو کاربراتور که میاد، حالا یا خودرو انژکتور یا کاربراتور، من کاربراتورش رو واسهتون میگم. میگم بنزین توسط اون فلوتی که انجام میشه، اون ونتوری که بهتون توضیح دادم، اینجا بنزینی که میاد این بالا باید 1 گرم باشه با 14.7 گرم هوا. این نسبت خب همیشه رعایت نمیشه. مثلا شما شهرتون رو جابجا کنید، تنظیم خودرو به هم میخوره که اینا توضیحاتش رو بیشتر بهتون میدم. اما تو این سیستم هیچ وقت این موضوع 100% رعایت نمیشه. خب شما اومدین کاربرات رو تنظیم کردین و کاری کردین که نسبت بنزین با هوا الان به صورت ایدئاله و هوا به اندازه کافی برای موتور ارسال میشه. آیتم بعدی توی بحث تنظیم موتور جرقه زنیه. زمانی که جرقه میزنه و قدرتی که اون جرقه شمع داره توی بحث تنظیم موتور برای ما خیلی حائز اهمیته. جرقه حتی اگر قوی هم که باشه، اگر دیرتر زده بشه باز هم خودرو کمجونه و مصرف سوختش بالاست. اگر جرقه به موقع زده بشه اما ضعیف زده بشه باز هم خودرو کمجونه. شما توی تنظیم موتور باید این نسبت رو توی موتور رعایت بکنید. این تنظیم رو باید براش انجام بدید. همونطور که اینجا نوشته به تنظیم میزان ارسال سوخت و تنظیم جرقه زنی مناسب تنظیم موتور میگن. خیلی ساده. یعنی شما به عنوان یک تنظیم موتور، یک، باید سوخت رو برای اون موتور تنظیم کنی، دو، زمان جرقه زنی و قدرت جرقه زنی، کلا مبحث جرقه زنی رو هم باید برای اون موتور تنظیم کنید. و در صورت که شما این کار رو روش مسلط بشین به شما یک تون آب یا تنظیم موتور کار میکن. زمانی که خودرو تنظیم باشه صاف و بدون لرزش کار میکنه.
یعنی موتور توی دور آرام یا توی حرکت لرزش های اضافی نداره. افزایش شتاب و قدرت خودرو که مسلماً زمانی که شما هوای مناسب، بنزین به اندازه کافی و جرقه زنی مناسب داشته باشید، مسلماً شتاب و قدرت ماشینتون هم خیلی بیشتر میشه. کاهش مصرف سوخت. بچه همون بحث 14.7:1 که بهتون گفتم، شما فرض کنید بنزین رو دارید بیشتر ارسال میکنید. این باعث میشه بنزین نسوخته از اگزوز ماشین خارج بشه. غیر از اینکه ماشین با لرز کار میکنه و شتابش هم یه خورده کم میشه، مصرف سوخت هم زیاد میشه. زمانی که موتور تنظیم باشه، آلایندگی هاش به شدت پایین تره. متاسفانه این مورد تنها موردی هستش که توی کشور ما خیلی بهش اهمیت داده نمیشه. مبحث آلایندگی، زمانی که موتور تنظیم باشه، آلایندگی ها به شدت پایین میاد و میتونید معاینه فنی رو هم بگیرید. آخرین مورد، افزایش عمر قطعات موتور. بچه ها فرض کنید موتورتون همش با لرزش کار کنه. مسلماً پیچ و مهره هایی که داخل این موتور هست ممکنه به مرور شل بشه یا خود اتاق ماشین به صدا بیفته. و به غیر از بحث شتاب و قدرت که پایین میاد، شما باید بیشتر به موتور فشار بیارید، گاز بیشتری به ماشین بدین، وقتی که مصرف بالا میره توی بنزین کربن هست. قطعات ماشین همه سیاه رنگ میشه، کربن اونها رو میپوشونه و باعث میشه در آخر سر به صورت کلی عمر قطعات موتور و من حتی میگم عمر قطعات خودرو کم بشه. پس شما وقتی موتور رو تنظیم میکنید، خود عمر موتور هم افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که دیرتر به استهلاک بیفته. تو این دوره بچه ها کلن ما چیکار میکنیم؟ اول از همه من بهتون یاد میدم که کلا یه موتور ماشین به صورت بیسیک یا پایه چجوری کار میکنه. تا زمانی که شما ندونید یک موتور خود رو چجور کار میکنه، چجور میخواین تنظیم موتورش رو انجام بدید. پس ما اولین کاری که میکنیم به صورت پایه این اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدیم. اگر بخواییم بیشتر در رابطه با مباحث موتور خود رو بدونید، دورش جداگونه است، باید اون دوره رو توی مجموعه فرادرس بگذارید. بعد از اون با مبانی برق آشنا میشید. توی بحث سیستم های انژکتوری یا حتی کاربراتور، برق حرف اول میزنه، خصوصا تو انژکتور. تا زمانی که ندونید برق چیه، نمیتونید تنظیم موتور انجام بدید. من خودم توی دورهای فنی حرفه‌ای برق رو از پایه تا اونجایی که اون کارآموز احتیاج داره به صورت کامل توضیح میدم. توی همین مجموعه هم تا اونجایی که نیاز باشه بهتون توضیح خواهم داد. در آخر سر با تمام ورودی‌ها و خروجی‌های مرتبط با تنظیم موتور و ایبیابی آشنا میشه. این قطعاتی که می‌بینید بهشون میگن سنسور. انواع اقسام سنسورها ما توی خودروها داریم و ما باید تک به تک این آیتم‌ها رو به شما معرفی بکنیم. هر کدوم از این قطعات ایبیابی و عیوب خودش رو توی سیستم میاره. پس تمام این مباحث رو، تمام این قطعات رو به صورت کامل بهتون توضیح خواهیم داد. خب دوستان، رسیدیم به فصل دوم، آشنایی با نحوه کارکرد موتور. اول از همه انواع سوخت در خودرو من باید به شما توضیح بدم. کلن چند نوع سوخت رو داریم. مورد اول گازها هستند. مورد بعدی مایعات هستند. سوخت های مایع. مورد سوم سوخت های جامد هستن. انواع سوخت جامد توی خودرو چیا هستن بچه ها؟ بیومس کلن هر وقت کلمه بیو قبل از یک کلمه بیاد به معنی گیاهی بودنه. بیومس به معنی سوخت های گیاهی هستش که از طبیعت گرفته میشه که خیلی هم متاسفانه رواج نداره. زغال سنگ هست که توی قطارهای قدیمی استفاده میشده. الان هم توی بعضی از صنایع از زغال سنگ استفاده میشه. مورد سوم کوک هست. کوک همون زغال سنگه، اما میزان کربنش خیلی بیشتره. کوک هم داخل صنعت هنوز استفاده میشه و کارایی توی بخش خودرو نداره، بیشتر توی همون بخش صنعت کاربرد داره. انواع سوخت مایع توی ماشین چیا هستن؟
اولیش بنزینه که مسلما میشناسیم. مورد بعدی گازوئیله که برای خودروهای دیزلی استفاده میشه، مثل خودروهای نیمه سنگین، کامیونت، کامیون، اتوبوس، تریلی، اینا همه سوختشون گازوئیله. مورد بعدی الکل هستش. الکل‌های خاصی هست که توی خودروها استفاده میشه. معمولا یه سری از کشورهای آمریکای جنوبی ازش استفاده میکنن، اما خب خیلی رواج نداره. مورد بعدی نفت کوره هست که توی صنعت کاربرد داره، توی خودرو کاربردی نداره. آیتم بعدی که به احتمال زیاد میشناسین گاز LPGه. حالا شما میگید که این که گاز چرا تو دسته سوخت‌های مایع؟ ال اول از لیکوید یا مایع گرفته شده، چون که یک سوخت مایعه ما توی دستبندی سوخت‌های مایع قرارش میدیم. و آیتم بعدی هیدروژن مایع هست که توی هواپیما استفاده میشه. توی یک سری از خودروهای نسل جدید خیلی تصمیم داشتن که این رو بخوان رواج بده، اما خب متاسفانه هنوز رواج پیدا نکرده. اما خب این سوخت هم میشه گفت جدیده، اما خب خیلی همگیر نشده. میرسیم به انواع سوخت گاز. یکی گاز طبیعیه که در واقع همین گازی هستش که داخل خونه استفاده میشه، گاز طبیعی، natural gas. بیوگاز، همونطور که گفتم بیو از کلمه گیاهی گرفته شده، گازهایی که توی طبیعت استفاده میشه، به عنوان مثال گازی که داخل گندم هست یا یک سری از این جور چیزهایی که توی طبیعت هست و میشه گاز ازشون گرفت و به عنوان سوخت استفاده کرد، بهشون میگن بیوگاز. گاز زغال سنگ که باز برای صنعت استفاده میشه، و گاز کوره بلند که کلا برای صنعت و برای خودرو اصلا استفاده ای نداریم. رایج ترین سوخت در تمام دنیا بنزین استش. همونطور که بچه ها بهتون گفتیم سه عامل برای احتراق توی موتور نیاز داریم. برای که بخواد بنزین آتیش بگیره و کلن یک قدرتی تولید بشه، سه تا عامل نیاز داریم. اول اینکه بنزین به موتور ارسال بشه، همون ماده سوختنی که بهتون گفتم. مورد بعدی رساندن هوا به موتوره که همون اکسیژن. سومین عامل جرقه است. جرقه ای که شمع زده میشه همون انرژی اولیه رو داره. هر کدوم از این سه عامل رو شما نداشته باشید خودروتون روشن نمیشه. و همونطور که بهتون گفتم مکانیکای بیرون به این میگن فرمول طلایی. یعنی هر وقت ماشین خاموش میاد پیششون، اول چک میکنن بنزین میاد داخل انژکتور یا داخل کاربراتور و بنزین به موتور ارسال میشه یا نه. یا اگر یک سریاتون پرایدای کاربراتور یا پیکانه کاربراتوری داشتین، یه سریاشو میومدن هواکیشو باز میکردن توش بنزین میریختن. پس یعنی چی؟ یعنی کاری میکردن که بنزین به موتور برسه. هوا رسیدنم که بحث تسم تایم و سوپاپاس که حالا جلوتر بهتون میگم. جرقه هم جرقه شمع بود که چک میکنن ببینن جرقه سر شمع میاد یا نمیاد. کلن دو نوع موتور داریم توی دنیا. اولین موتور، موتور چهار زمانه هستش که مراحل تولید قدرت رو برای من توی چهار مرحله طی میکنه. موتور چهار زمانه. موتور بعدی موتورهای دو زمانه هستن. یعنی توی دو زمان، توی دو تا حرکت پیستون یه پایین و بالا اومدن قدرت تولید میشد. این نمونه موتورها به خاطر آلایندگی ها و معایبی که داشتن خیلی سال دیگه استفاده نمیشن. الان دیگه همه ماشینا چهار زمانه هستن. همونطور که اینجا براتون نوشته در حال حاضر موتور تمامی خودروهای توی دنیا چهار زمانه است. یعنی اصلا دیگه از دو زمانه استفاده نمیشه. حالا بریم ببینیم کلا این موتور چهار زمانه چی جوری کار میکنه. کلا چهار عمل اصلی توی موتورهای چهار زمانه هست. همونطور که از اسمش معلومه چهار تا عمل باید انجام بشه، چهار تا مرحله باید طی بشه تا قدرت برای من تولید بشه. مرحله اول مکشه. بچه این قسمت پیستونه و این قسمتی که میبینید بهش میگن سیلندر. پیستون زمانی که به سمت پایین میاد هوا رو به سمت خودش میکشه. مثل یک سرنگ آمپول زنی دیدین، وقتی که این سرنگ رو میکشیم پایین، اون در واقع مایعی که داخل
سرنگ میخواد وارد بشه مکیده میشه. این هم دقیقاً همونه. پیستون زمانی که به سمت پایین حرکت میکنه سوخت و هوا رو به سمت داخل میکشونه. زمانی که این داره میاد پایین ما یک بخشی رو داریم روی سر سیلندر به نام سوپاپ هوا. زمانی که این میاد پایین این سوپاپ باز میشه. سوپاپ یعنی ورودی که حالا جلوتر بیشتر بهتون توضیح میدم. زمانی که این به سمت پایین میاد سوخت و هوا از مدار از بخش منیفولد ورودی یا هوای ورودی به سمت داخل مکیده میشه. پس مرحله اول مکش پیستون به سمت پایین حرکت میکنه و سوخت و هوا رو داخل سیلندر واسه ما میکشه. مرحله دوم تراکم هستش. پیستون زمانی که پایین ترین نقطه اومد این سوپاپ هوا بسته میشه. این سوپاپ دود هم بسته است. این دوتا ورودی و خروجی ها بسته. این پیستون به سمت بالا میره. چه اتفاقی پیش میاد؟ سوخت و هوایی که توی این منطقه هست تحت فشار قرار میگیره. تحت تراکم یا فشرده سازی قرار میگیره. در اصطلاح مکانیکا داره کمپرس انجام میده. پس مرحله دوم چیه؟ این پیستون از پایین ترین نقطه که اینجا میشه از پایین ترین نقطه به سمت بالاترین نقطه حرکت میکنه و هوا و سوخت من رو تحت فشار قرار میده. این مرحله دوم که تراکمه. مرحله سوم که مهمترین مرحله است، زمانی که پیستون به بالاترین نقطه خودش میرسه این قسمت شم جرقه میزنه. خب نگاه کنید بچه ها، ما زمانی که پیستون توی نقطه مرگ بالاست یا توی بالاترین نقطه است ما هوا رو داریم، اینجا بنزین هم داریم. جرقه شم که زده بشه مخلوط سوخت و هوا آتیش میگیره و پیستون به سمت پایین پرتاب میشه. زمانی که اینجا انفجار انجام میشه پیستون رو به سمت پایین هل میده. به این مرحله میگن مرحله احتراق یا تولید قدرت، که یکی از مهمترین مراحله. یعنی ما همه این کار رو میکنیم که میخواییم قدرت بگیریم. قدرت رو این قسمت برای ما تولید میکنه. خب مسلما بعد از مرحله سوم که پیستون میاد پایین آخرین مرحله چیه؟ تخلیه است. سوپاپ دود باز میشه. زمانی که سوپاپ دود باز میشه پیستون به سمت بالا حرکت میکنه و دود رو میده بیرون. دود رو میده داخل اگزوز ماشین، منیفولد دود، و دود از این قسمت میره برای اگزوز که بخواد از موتور خارج بشه. به همین سادگی به این موتور میگن یک موتور چهار زمانه. توی موتور چهار سیلند یعنی چهار تا پیستون داریم. این موتور چهار تا پیستون داره. یعنی موتور چهار تا سیلندر برای تولید قدرت داره. اگر یه موتور 6 سیلندر باشه یعنی 6 تا پیستون داریم. دوتا اضافه میشه. اگر 8 تا باشه یعنی 8 تا پیستون داریم. یه مبحث خیلی مهمی که هست که باید بدونید ترتیب احتراقه. ترتیب احتراق توی موتور 1-3-4-2 یعنی چی؟ یعنی این مثلا فرض کنیم پیستون یا سیلندر یکه 1-2-3-4 چجوری تولید قدرت میشه؟ اول سیلندر 1 میاد پایین احتراق انجام میده، بعد سیلندر 3، بعد سیلندر 4 و در انتها سیلندر 2 برای من تولید قدرت انجام میده. اینجوری نیست که 1-2-3-4 باشه، یا اینجوری نیست که 1-4-2-3 با هم باشه، نه، 1-3-4-2. 1342 اینا حتما یادتون باش. خب دوستان چهار زمان تولید قدرت رو توی موتور چهار زمانه روی پاورپوینت بهتون آموزش دادم. حالا انیمیشنی رو آوردم که وقتی میبینید کاملا باهاش ملموستر میشید و فرایند تولید قدرت رو خیلی بهتر میتونید درک کنید. خب با هم دیگه بریم ببینیم. این موتور بچه ها یک موتور چهار سیلندره. چهار تا سیلندر. این بخشی که میبینید یه تیکس رو داره میگرده بهش میگم میلنک و خیلی بخش اساسیه. قسمت هایی که در واقع دارن حرکت رفت و برگشتی انجام میدن بهشون میگن پیستون. پیستون ها هستن که توی سیلند حرکت رفت و برگشتی انجام میدن. این پیستون ها
به یک دسته‌ای متصل هستن با نام شاتون. شاتون حرکت رفت و برگشتی پیستون رو به حرکت دورانی برای میلنگ تبدیل میکنه. پس یه بار دیگه میگم، دسته شاتون یا شاتون حرکت رفت و برگشتی این پیستونا رو به حرکت دورانی تبدیل میکنه و اجازه میده که این نیرویی که تولید میشه جهت چرخش میلنگ استفاده بشه. نگاه کنید، 4 تا سیلند و پیستون ها در حال حرکت هم. همونطور که قبل بهتون گفتم یه موتور از 3 بخش اصلی تشکیل شده. اما خب توی این ویدئو داره توی 2 بخش معرفی میکنه که آنچنان تفاوتی هم نداره. میگه قسمت پایینی بلوکه سیلندر هست و قسمت بالایی سرسیلندر خودرو. توی کتاب‌های درسی داخل ایران و خیلی از داکیومنت‌های دیگه این بخش رو بخش سوم معرفی کردن و گفتن این بخش بخش کارتل هست، یعنی کارتل، بلوکه سیلندر و سرسیلندر. توی بلوکه سیلندر چی داریم؟ میلنگ رو داریم، شاتون رو داریم، پیستون رو داریم و حالا توی انیمیشن کارتل رو هم جزء بلوکه قرار داده. کارتل و اویل پمپ یا همون پمپ روغن و ما بقیه تجهیزات رو ما داخل بلوکه سیلندر داریم. ضمناً این چرخ لنگی که انتهای میلنگ قرار داره فلای ویل نام داره. فلای ویل رو ما توی این درس توضیح نمیدیم و توی بحث مکانیک خودرو هستش. حالا اگر خواستیم بدونین این چی کار میکنه، این یه جورایی میشه گفت ذخیره نیرو انجام میده و به مراحل دیگه پس میده. ضمناً دیسک و صفحه هم روی همین قسمت نصب میشه. خب این بخش بلوکه سیلندر هست که بهتون توضیح دادم الان. بخش بعدی بچه ها سر سیلندره که سوپاپ ها رو داریم، میل سوپاپ رو داریم، بخش جرقه زنی یا شمع ها رو داریم، بخش رساندن بنزین یا همون انژکتور رو داریم. میرسیم اینجا 4 عمل اصلی تولید قدرت داخل یک موتور 4 زمانه که بهتون توضیح دادم، اما خب اینجا به صورت انیمیشن میخواد بهتون نشون بده. مرحله اول مکشه. پیستون داره میاد پایین، آقا سوپاپ هوام داره باز میشه. داره مکیده میشه سوخت و هوا. بعد از اینکه سوخت و هوا به صورت کامل مکیده میشه، پیستون به سمت بالا حرکت میکنه. سوپاپ ها هم نگاه کنید بچه ها بسته است. پیستون میاد تا بالاترین نقطه و زمانی که به بالاترین نقطه برسه، مخلوط سوخت و هوای ما به صورت کامل فشرده شد. بعد از اون شمع جرقه میزنه. وقتی شمع جرقه بزنه بنزین منفجر میشه، آتیش میگیره، پیستون رو برای من به سمت پایین هل میده. پیستون بعد از اینکه پایین ترین نقطه اومد و ما تمام قدرت رو از این سوخت گرفتیم، از این انفجار گرفتیم، پیستون به سمت بالا حرکت میکنه و سوپاپ دود برای من باز میشه. بعد از باز شدن سوپاپ دود از این طریق به سمت اگزوز هدایت میشه و به سمت بیرون موتور فرستاده میشه. این موتور که میبینید یک موتور 4 سیلندره. 4 تا سیلندر داره. اگه یادتون باشه یه بحثی رو گفتیم در رابطه با ترتیب سیلندرهای احتراق. گفتیم این موتور یک موتور 4 سیلندره. اما قبل از اینکه من بخوام ترتیب احتراق رو توضیح بدم، دقت کنید به حرکت پیستونام. پیستون 1 و 4 بالاست، پیستون 2 و 3 پایینه. یعنی حرکت پیستون 1 با 4 هماهنگه، حرکت پیستون 2 و 3 با همدیگه هماهنگه. یعنی 1 وقتی بالاست 4 هم بالاست، 2 وقتی پایینه 3 پایینه، یا برعکس 2 وقتی بالاست 3 هم بالاست، 1 وقتی پایینه 4 هم پایینه. خیلی ها به اشتباه فکر میکنن وقتی این دوتا با هم دیگه بالاست با هم دیگه احتراق انجام میدن، اما اینطوری نیست. دقت کنید 1 3 4 2، این ترتیب احتراق توی موتورهای 4 زمان است. 1342 1 3 4 2. یه بار دیگه بهتون نشون میدم 1 3 4 2. این ترتیب احتراقی هستش که توی موتورهای 4 زمانه 4 سیلندر اتفاق میفته.
یه نکته هم بچه ها همینجا گوشه ذهنتون داشته باشین. ما برای بحث تنظیم موتور باید این رو باز به شما توضیح بدیم. نگاه کنید بچه ها، پیستون 1 و 4 با هم دیگه بالاست. این رو گوشه ذهنتون داشته باشید. پیستون 1 و 4 با هم بالاست، 2 و 3 هم با هم دیگه حرکت میکنه. پس حرکت 1 و 4 با همه، 2 و 3 هم با همه. این خیلی مهمه توی تنظیم موتور. توی فصل‌های بعدی که دیگه میخوایم به صورت تخصصی در رابطه با تنظیم موتور توضیح بدیم، این رو باید بدونید. خب دوستان، میرسیم به اجزای اصلی موتور احتراق داخلی. کلا یه موتور از چه اجزایی تشکیل شده که نسبتاً توی انیمیشن اجزای اصلیش رو بهتون معرفی کردم، ولی باز اینجا قطعات رو جداگونه بهتون توضیح میدم. یه موتور از 3 تا بخش اصلی تشکیل میشه. همونطور که بهتون گفتیم سرسیلندر که این قسمت میشه، گفتیم میل سوپاپ و سوپاپا و شمع و ارزم به خدمتتون بخش سوخت رسانی داخل سرسیلندر قرار میگیره. بخش بعدی گفتیم بلوکه سیلندره که گفتیم پیستون و شاتون و میلنگ داخلش قرار میگیره. بخش کارتل هم که باز یه بخشی از میلنگ توی کارتله و جایی هستش که روغن موتور داخل این قسمت نگهداری میشه و اویل پمپ هم در این قسمت قرار داره. خب بخش اولی که میخوایم بهتون توضیح بدیم بخش سرسیلندر خودروه. سرسیلندر داخل خودش سوپاپ ها یا ورودی ها رو داره که توی انیمیشن به صورت کامل دیدید. اینجا هم اگه دقت بکنید یک بخشی هستش که راهگاه ها رو کنترل میکنه. برای اینکه زمانی که شما می‌خواید تراکم انجام بدیم باید محفظه کاملا بسته باشه. زمانی که شما هوا و سوخت احتیاج دارید سوپاپ هوا براتون باز میشه و زمانی که احتراق انجام میشه سوپاپ دود باز میشه و دود به سمت بیرون هدایت میشه. بخش بعدی فنرهای سوپاپ هستن. توی این شکل دقت کنید، ما اینجا یک بادامکی داریم روی میز سوپاپ. زمانی که بادامکی بیاد رو سر این ساق سوپاپ، این سوپاپ رو هول میده به پایین. پس باز شدن سوپاپ با میل سوپاپه. بسته شدنش با چیه؟ زمانی که قسمت بادامکی رد میشه، این فنر سوپاپ رو به سمت بالا میکشونه تا تو جای خودش بشینه. اگر دقت کرده باشید الان این سوپاپ بادامکیش داره سوپاپ رو به سمت پایین هول میده و این قسمت فنر فشرده شده. زمانی که بادامکی از این قسمت ساق سوپاپ بگذره، فنر سوپاپ رو به سمت بالا میکشه و این قسمت توی سیت سوپاپ یا نشیمنگاه میشینه. پس این کاربرد فنر سوپاپه. میل سوپاپ که همونطور که بهتون توضیح دادم، میل سوپاپ یک سری بادامکی ها هست که مستقیم با بشقابک سوپاپ و ساق سوپاپ در تماسه. این همیشه در حال چرخشه و نیروش از میلنگ میگیره. تسمه تایم رو اگر شنیده باشین، تسمه تایم این میل بادامکی رو سما میگردونه. زمانی که این قسمت بادامکی به ساق سوپاپ برسه، همونطور که توضیح دادم سوپاپ برای خودرو یا برای اون سیلندر باز میشه و اون فرایند لازم انجام میشه. تسمه تایم، تسمه تایم قطعه ای هستش که انرژیشو از میلنگ میگیره. این تسمه انتهاش رفته تا میلنگ. وقتی که میلنگ به چرخه این تسمه رو میگردونه. وقتی که تسمه به چرخه این پولیا به میل سوپاپ وصلن. وقتی که میلنگ شروع میکنه به گردش، در واقع میل سوپاپ رو هم برای من به گردش در میاره. علت دندونه دندونه بودن هم برای که روی یک زمانبندی خاص بخواد اینها بچرخه. اگر اینها از زمانبندی خارج بشن ماشین روشن نمیشه یا حتی ممکنه که به موتور خودرو آسیب برسه. مثلا شما زمانی که تو مکش هستی اشتباهاً اگه سوپاپ دود باز بشه، شما به جایی که هوا بکشین دود میکشین داخل موتور، پس موتور خودرو روشن نمیشه. یک تایم بندی یا یک زمانبندی خاص داره و باید این بخش ها تنظیم بشه. بخش بلوکه سیلندر که بهتون توضیح دادیم، داخل این قسمت ها پیستون قرار میگیره، شاتون ها هستن و بخشی از میلنگ داخل بلوکه سیلندر هست.